در ابتدای خواستگاری با همان شرایط و ضوابط شرعی، وقت پسر و دختر میخواهند با هم دیگر ازدواج کنند، کنار هم دیگر قرار میگیرند، 8 سوال مشترک از سوی دختر و پسر مطرح میشه که 6 سوال اختصاصی را خانم از آقا، یعنی به عبارت دیگر یعنی زن از مرد، دختر از پسر میپرسه. این 8 سوال که به طور صریح بگذاریم انشالله که در ذهن عزیزان و بزرگواران، خصوصا جوانانی که هنوز ازدواج نکردن، خواهرانی که هنوز ازدواج نکردن، خیلی مهم است. این 8 سوال: اول، وقتی دختر و پسر با همدیگر می نشینن، همان رویت شرعی با همو ضوابط و قوانین اسلامی، فقط بحث معرفی هست. پسر اول خود معرفی میکنه، دختر خود معرفی میکنه، بعد در لابلای این معرفی در مورد خانواده خود صحبت میکنه، تعداد اعضای خانواده، و بعدن از اینکه پدر و مادر چه کار میکنن و چی وظیفه دارن. و در این راستا خیلی مهمه که شناخت ابتدایی در جلسه اول معرفی هست. سوال دوم اعتقادات هست. میزان پای بندی و اعتقادات شما به مسائل دینی چقدر هست؟ خیلی مهم. از لحاظ دینی شما دارای چی ویژگی ها هستید؟ خانواده شما، خود شما، برنامه های دینی شما، و در این راستا این خیلی مهمه. بحث اعتقادی، یک مرد از دین و دینداری خود بگه. عزیزان و بزرگواران، چیزی که زندگی را خراب میکنه که در زندگی دروغ وارد بشه. اگر یک جوان بیایه به یک دختر دروغ بگه، زندگی خود را خراب کرده. اگر یک پسر در ابتدا وقتی خواستگاری میکنه، خشت اول زندگی خود را به فریب میگذاره، او خود را فریب داده، او زندگی خود را خراب کرده، زندگی خود را تلخ کرده. زندگی باید شفاف باشه. وقتی بحث از اعتقادات میایه، باید واضح و شفاف برای زن مسائل دینی، مسائل عقیدتی، مسائل مذهبی خود را مطرح کنه. زن هم همچنین باید مسائل دینی خود را، چقدر من حجاب دوست دارم، چقدر با حجاب پای بندی دارم، روزانه چقدر قرآن تلاوت میکنم، و بالاخره این مسائل خیلی مسئله مهمه. پس سوال دوم بحث اعتقادی باشه، در این مورد صحبت بشه، بسیار واضح، بسیار شفاف. سوم، خط و مش کلی زندگی خیلی مهمه. این سوال مطرح بشه: آیا میخواهید زندگی خود را بر اساس دستورات دین استوار کنید یا فرهنگ غرب یا سلیقه شخصی؟ این خیلی مهمه. یک پسر باید از یک دختر بفهمه، یک دختر باید از یک پسر بفهمه که خط و مش کلی زندگی چی هست. آیا این زندگی گفتگو بشه، از همدیگر پرسان بشه، این زندگی که من و تو پیش میبریم، ای بر اساس دستورات اسلام پیش ببریم، پیش میره، یا با اساسات فرهنگ غرب پیش میره، یا نه یک سلیقه شخصی هست. خیلی از خانواده ها که دچار مشکل شدن چون سر این مسائل بحث نشده، مطرح نشده. این خیلی مهمه. میبینیم یک جوان پسر مسلمان مؤمن، ولی دختر فرهنگ غرب را دوست داره. یک دختر مؤمن مسلمان، اما یک جوان پسر فرهنگ غرب را دوست داره. یا اینکه یک پسر فرهنگ غرب را دوست داره، دختر میگه نه این سلیقه شخصی من هست، یا پسر میگه این سلیقه شخصی من هست، دختر میگه چنین و چنان. پس خیلی مهمه که درباره خط و مش کلی زندگی صحبت بشه. آیا میخواهید زندگی خود را بر اساس دستورات دین استوار کنید یا فرهنگ غرب یا سلیقه شخصی؟ این سوالات مشترک هست بین دختر و پسر. چهارم، میزان پایبندی به ارزش‌های فرهنگی خیلی مهمه. مثل اینکه شما در چی محافل شرکت میکنید، این گفته بشه. و در ابتدای خواستگاری جوان میگه که من اصلا سختگیری ندارم در خیلی از موارد، اصلا هر جا همسر من دوست داره بره. اما وقتی عروسی آماد، عروسی شد، بعد از عقد و بعد از
نکاح و بعد از عروسی یک محفل میشه، زن رو دعوت میکنن، شوهر میگه اجازه نیست که بروی. خب زن میگه تو قبل از اینکه من و تو ازدواج بکنیم توافق کردی که مانع نمیشی من به این محفل برم. اینجا کانون گرم خانواده به هم میخوره. خیلی مهمه میزان پایبندی و ارزش‌های فرهنگی با هم توافق بشه. شما در چی محافل شرکت میکنید، شما در کجا میروید و در این راستا. پنجم، استقلال فکری در زندگی مشترک چقدر به نظر دیگران از جمله پدر و مادر و دوستان اهمیت میدهید؟ این سوال مطرح بشه. پسر باید از دختر بپرسه، دختر از پسر بپرسه در زندگی مشترک چقدر شما اهمیت میدهید؟ آیا من خانه پدر خود چقدر رفت آمد کرده میتوانم؟ خانه مادر خود چقدر رفت آمد کرده میتوانم؟ در خانه اقارب و خویشاوندان خود چقدر رفت آمد کرده میتوانم؟ اینها خیلی مسئله مهم هست، خیلی مهمه. همانطوری که پسر دوست داره هر لحظه از پدر و مادر واقف باشه، خب دخترم دوست داره از پدر و مادر واقف باشه. همانطوری که پسر کاکا داره، ماما داره، اقارب داره، خویشاوند داره، زن هم پدر داره، مادر داره، کاکا داره، ماما داره، خواهر داره، برادر داره. این مسائلی است که باید قبل از ازدواج در همان مرحله خواستگاری و همان مرحله ابتدا که پسر و دختر همدیگر را می‌بینند. ششم، اهداف کلی زندگی. هدف کلی و اصلی شما در زندگی چیست؟ این سوال باید باشه. دختر از پسر بپرسد، پسر از دختر پرسان کنه. ممکن است طرف شما به علم و به ورزش و به هنر و بعضی اشیای دیگر علاقه بیش از حد داشته باشه و شما نقطه مقابل او بشید. ازدواج را بعضی دقت نمی کنن وقتی عروسی کردن. خب خانومش قبل از ازدواج خب مکتب می رفته، مکتب را دوست داره، باید بره. خب اینجا وقتی توافقی صورت نگرفته، خب به اصطلاح بگو مگوها پیدا میشه. پسر ورزش را دوست داره، زن مانع میشه، نه تو ورزش نرو. و بالاخره مثلا زن هنری از مسائل هنری دوست داشته، می رفته یاد می گرفته و در این راستا. یا پسر، اینها باید سوال بشه که هدف کلی و اصلی شما در زندگی چیست؟ یعنی در زندگی شما چی چیز خیلی مهمه؟ چی چیز با اهمیته؟ خیلی از این مسائل. هشتم، گفتیم که هشت سوال مشترک هست، ارتباط اجتماعی. این پرسان میشه اگر همسر آینده شما در محیط کار یا بین نزدیکان یا نامحرمان با حفظ ضوابط شرعی و عرفی ارتباط داشته باشه چی میکنی؟ این خیلی مهمه. همسر مکتب خوانده، پوهنتون خوانده، تا فردا پس معلم بشه و مستر خدمت واقع بشه. اما وقتی که این زن میای به خانه شوهر، خب شوهر مانع میشه، نه تو معلم نشو، تو درس ندی، تو بالاخره از خانه بیرون نشو. این حرف ها باید قبل از ازدواج بحث بشه، باید صورت بگیره. الله سبحانه و تعالی وقتی می فرمایه هن لباس لکم و انتم لباس لهن، هیچ کس را ندیدیم، خیلی کم دیده میشه در جامعه که یک فرد فقط بره بازار یک تکه بگیره و بالاخره اون تکه را به عنوان لباس به جان خود پیج بده اور بدون اینکه به خیاط مراجعه کنه. پس اما دوری که قرآن میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن، مرد برای زن لباسی هست و زن برای مرد لباسی هست، در لباس چقدر دقت میکنیم؟ در مسئله ازدواج باید دقت کامل را داشته باشیم. سوال های اختصاصی که خانم میتانه از آقا، یعنی دختر میتانه از پسر داشته باشه، که اونها هم یک بحث جداگانه هست. وقت ما رو به پایان رسید و دعا میکنیم پروردگار عالم همه پسران و دختران ما را خوشبخت بگردانه و الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه تمام زندگی ما موافق به کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشه.